سلام سلام و سلام من محمدم و قبل از اینکه این آموزه شروع شه باید حسابی خودتون رو گرم کنین چون قراره که با همدیگه کلی وزنه بزنیم قراره بهتون بگم چجوری میتونیم با اسمارت بون ها وکتور هامون یا بردار هامون رو تغییر بدیم و در نهایت بتونیم کنترل بیشتری روی بردار ها داشته باشیم و ریگ بهتری درست کنیم یا yeah. خب اینجا میبینیم که انیماتور بند خدا نه تنها خودش در حال ورزش کردنه بلکه کرکترش هم داره همین کار رو انجام میده و یه ایده خیلی جالبه که وقتی که وزنه رو میاره بالا بازوش جلو بازوش به اصطلاح جمع میشه علاوه بر اون چیزایی دیگه هم داره اونم اینه که اگر که دستش صاف باشه بازوه صاف میشه یعنی جلو بازوش میخوابه به اصطلاح اون قبس نیست و شونه رو نگاه کنیم اگه دستش رو بدم پایین شونه باش میاد پایین و میاد بالا و اینا دو تا هستن یعنی این دست جداست توی طراحی های من نگاه کنیم اگر اشتباه نکنم اینه بله این دست جداست که افتاده پشت بدن و اینجا هم که ترایی بدن خب پس ما میخوایم نگاه کنیم ببینیم چجوری این اتفاق میفته این ارتباطه چجوری درست شده خب اول از همه من میخوام که یه خورده نکته هایی که داخل طراحیش هست و براتون توضیح بدم فرض کنیم که این یه بازو باشه و ما قراره که اون رو ریگ بندی کنیم یه بون دارم این طراحیم رو میندازم داخل این بون و میام میگم که اینجا ساعد و بازوه و اگر که من الان اینو خم کنم به این نتیجه میرسم که این از اون وسط خم نمیشه چرا؟ چون که نقطه نداره این پوینتی که باید اینجا وجود داشته باشه نقاطی که باید اینجا وجود داشته باشن که این انحنایه این بردار خمشه وجود نداره خب ایجاد میکنیم دو تا نقطه من اینجا میذارم برمیگردیم بالا و الان میبینیم که داره کار میکنه خب پس نکته مهم اینه که وقتی که دارین طراحی میکنین توجه کنین که اون طرح شما کرکتر هرچی که هست از کجا قرار خمشه و چقدر قرار منعطف باشه یه مشکلی دیگه هم وجود داره بعضی وقتا ترها میان بیش از اندازه نقطه میذارن اینجا ما یه ابداری داریم اگه نیاز باشه من بهش نقطه اضافه میکنم نگاه کنیم تعداد نقطه ها رو من خیلی کنم اینجا خب تعداد نقطه ها رو زیاد میکنم برگردیم حالا نگاه کنیم خیلی بدتر شد و انگار که یه جاهایی داره میشکنه و انحنای خوب در نمیاد پس نکته مهم توی طراحی اینه که تمام سعیتون رو کنین که کمترین حالتی که میتونین نقطه بذارین یعنی پوینت اضافه کنین و اگر یک انحنا دارین سعی کنین با یکی دو تا نهایتا سه تا نقطه یک نیم دایره رو منحنی کنین و این انحناها رو با نقاط کمتر طراحی کنین نکته اول نکته دوم اینه که اشکالی نداره اگر که تعداد نقطه هایی که اینجا طراحی کردین زیاده بیاین اینجا یه ابزاری داریم نوشته پوینت ریداکشن کارش اینه که چیزای اضافه رو پاک میکنه یعنی شما وقتی که بزنین ریدیوسش رو زیاد کنم وقتی که یه تعداد نقطه دارین مثلا اینجا من 5 تا نقطه دارم کلیک میکنم میگه که به اینا نیاز نیست خودش نقطه های اضافه که اونجا وجود داره رو کم میکنه حالا چرا همه رو پاک کرد چون یه خط صاف دیگه شما توی یه خط صاف فقط به این دو نقطه نیاز دارین اگر منحنی بود احتمالا متوجه میشد که اینجا مثلا یه دونه نقطه نیاز پس اینجا هم میتونیم یه سری از نقطه های اضافه که طرای کردیم رو به اصطلاح ریداکشن کنیم حذف کنیم کمتر کنیم بهینه کنیم خب این از اولین نکته که باید میدونستیم من طراحی از الستریتور ایمپورت کردم اضافه کردم به پروژه درگ دراپ کنین طراحی هاتون رو اینجا نکته مهم اینه که موقع سیو کردن توی الستریتو بزنی الستریتو 8 اونجا چون یه خورده طراحی ساده تره من اونجا طراحی میکنم اما اگر که میتونین همینجا هم با ابزارهای درا و فیل میتونین طراحی کنین و رنگ کنین برگردم سراغ نکته های مهم اگر که من یه خط مستقیم داشته باشم حداقل دو تا نقطه داره ولی اگر که قرار یه جای منحنیشه ما به سه تا نقطه حداقل نیاز داریم و میتونیم اینجا الان میتونیم انحنا رو تغییر بدیم و هر حالتی که خواستیم به این خط بدیم یعنی هر جور که خواستیم اون منحنی رو کنترل کنیم نکته مهم اینه که خیلی از آدمایی که دارن طراحی میکنن وقتی که حالا کرکترشون قراری یه پوز خاصی داشته باشه تو همون طراحی مثلا دستش رو خم تراحی میکنن پاش رو خم تراحی میکنن فقط نیازه که مستقیم صاف ترایش کنیم و فقط پیش بینی کنیم چه نقطه هایی کجا نیازه خب اگر پیش بینی هم نکردیم مثل من اشکال نداره همینجا نقطه اضافه می کنیم یه نقطه اینجا میذارم و یه نقطه اینجا که این دوتا نقطه باعث شن که دست من از آرنج خم شه برمیگردم توی بون و اینجا یه دونه بون یه دونه دیگه و برای مچ هم میذارم به پرنت بودن اینها توجه کنین یعنی اینجا ما یه ابزاری داریم ری پرنت. کارش اینه که نشون میده که این بون پرنتش باید پدرش باید این باشه و این یکی باید این باشه چرا؟ چون با تکون خوردن این انگار که تأثیری هم به بقیه بونها میذاره وقتی پدر تکون میخوره این فرزندش هم باید باهاش تکون بخوره الان میبینیم که وضعیت بازوی ما جالب نیست یعنی آستینه یه جور عجیبی داره خم میشه برای اینکه این حاله های خورده بیش از اندازه همه چیز رو به هم نریزن من فعلا کمشون میکنم برگردیم سراغ طراحی نکته مهم اینه که بعد از اینکه بن ها رو طراحی کردین بیایم و بگیم که این بنی که من اینجا طراحی کردم باید چه نقطه هایی رو تغییر بده یا کنترل کنه خب پس میرم سراغ اون لایه بازوم هرچی که هست میگم که این بون باید مسئول این نقطه ها باشه اون تیک بالای لس و مود رو بزنین که کمک کنه که نقطه ها رو بتونین انتخاب کنین پس میگم این نقطه ها باید انتخاب شن و بعد باید اینتر رو بزنین اینتر بزنین که رنگ نقطه ها بشه هم رنگ بون پس الان این بون مسئول این نقطه هاست میرم سراغ تیکه بعدی انتخابش میکنم و میگم که زیبا میشه که شما مسئول این تیکه باشی یا حتی نیاز نیست که این دوتا نقطه رو شما کنترل کنی بهتره که اون بن دست مچه دست این کار رو انجام بده پس میتونم فقط بهش بگم که شما فقط لطف کن و این دوتا نقطه رو تغییر بده اینتر میزنم الان رنگشون سبز شد و میرم سراغ بن پایینی و میگم که خب این دوتا نقطه زحمتش با شما مشکلی که اینجا وجود داره اینه که این لایه طراحی که من دارم یه دونه مچ دست دیگه داره که توی لایه دیگه است و اونجا هم من میتونم دوره همین کار رو انجام بدم بگم که خب این بنی که اینجا هست مسئول این نقطه ها باشه و این بنی که بالاتر دارم برای ساعد مسئول اون نقطه ها که بود این دوتا نقطه هم اگر که کنترل کنه عالی میشه خب برگردیم و الان باید یه خورده وضعیت بهتر شده باشه خب میبینیم که خدا رو شکر آبرومون نرفت و داره کار میکنه نکته مهم اینه که خیلی جالب کار نمیکنه حالا باید بریم سراغ اسمارت بون این بونی که من اینجا دارم بونها یه سری اسم دارن دیگه شما میتونید اسمشون رو تغییر بدین ولی چون من آدم خسته ای هستم اسمشون رو تغییر نمیدم این بونی که اینجا دارم اسمش رو با حروف انگلیسی بزرگ می نویسن و بعدش حالا به ترتیب میرن جلو نگاه کنیم بی یک بی دو بی سه و اسم گذاری میکنه براشون نکته مهم اینه که من اگر که یه دونه بی دو داشته باشم که این بون منه میرم سراغ بون و بعد میزنم روی اسمارت فون که این باعث میشد توی آموزش قبل بهتون یه زاویه بده و شما بتونین اینو تکون بدین این مسیر برای این کار نیست اسمارت فون رو میخوایم یه جور دیگه پیاده کنیم چه شکلی بون رو انتخاب میکنیم و بعد میایم سراغ اون اکشن کلیک میکنیم نوشته B2 همون اسم رو باید اینجا داشته باشه کلیک میکنم خب الان میبینیم رنگش یه خورده حالا به اصطلاح بولتر شد قرمز شد و انتخاب شده رنگ تایملاین هم هم تغییر کرد خب اینجا همه چی تغییر کرده که شما تغییرات رو اعمال کنید و اگر که رنگ تایملاین این شکلیه یعنی شما داخل اون لاین اصلیتون تایملاین اصلیتون نیستین میرم و ابزار ترانسفورم رو بر میدارم بون رو بر میدارم میگم که این بون قراره که تا این حد خمشه و بعد میرم سراغ بازو و میگم که با این ابزاری که نقطه ها رو تغییر میدادم transform پوینت میگم که این نقطه بعد بیاد پایین نقطه ها رو دونه دونه تغییر میدم و این اینجا باشه خب خب اینجا میبینید دوباره من پیش بینی نکرده بودم که قراره که جلو بازوش بیاد جلو و برای همین اصلا اشکالی نداره برمیگردم توی طراحیم و توی مین لاین اصلی و اینجا میگم که با ابزار ات پوینت یه دونه نقطه اینجا میذارم خب و خیلی خوب میشه چک کنم ببینم آیا این نقطه من الان متصل هست یا نه میبینیم رنگش زرده پس خودش متوجه شده که این نقطه باید احتمالا این بون مسئولش باشه برگردیم دابل کلیک میکنم داخل اون اکشنی که ساختم الان میرم سراغ لایه طراحیم و میگم این نقطه جدیدی که من اضافه کردم باید بیاد بالا دو تا هندلی که این دو طرف داریم کمک میکنن که ما این انحنا رو یه خورده تغییر بدیم و بهترش کنیم خب این از این و حتی میتونم برگردم سراغ مچ دست و بگم که این نقطه که الان زده بیرون هم باید اینجا میبود بود. برمیگردم. الان داخل بون خودم و تموم نکته مهم اول نکته مهم دوم اینه که من نمیخوام از این ور دست خمشه و ممکنه که تو انیمیت کردن خیلی وقتا این محدودیت به من کمک کنه که از آرنج دست به اون سمت خم نشه خب میام این بون رو انتخاب میکنم و قسمت یه قسمتی داریم که میتونیم شرط بذاریم برای بون خودمون تیک میزنم زاویه رو براش فعال میکنم ببخشین بن اشتباهی رو من انتخاب کردم این یکی بون و زاویه رو برش انتخاب میکنم میگم این منفی قرار بستشه تا اینجا و مثبته یه خورده بیشتر باشه با چپ کلیک به چپ و راست این عددها رو میتونیم بکشین تا زاویهش تغییر کنه الان من میتونم بازو رو تغییر بدم و از اون سمت هم خم نمیشه در نتیجه ما الان یه بنی داریم که کاملا داره درست کار میکنه میتونیم برای مچ دستم هم همین کار رو انجام بدیم که احتمالا شما نمیخواین اینجا این شکلی تکون بخوره و فقط یه ذره شاید بعضی جا نیاز باشه که خمشه پس میتونیم محدودیت ها رو اضافه کنیم بهش و نکته بعد اینه که میتونیم این کار رو برای پاها انجام بدیم 100 درصد باید انجام بدیم و هر جایی که حالا به نحوی اون نقطه ها باید یه رفتار خاص داشته باشن و خود مو اصولا نمیتونه پیش بینی کنه نمیدونه این طراحی چیه و چه جوری داره حالا خم میشه و خودمون باید دونه دونه این کار رو براش انجام بدیم یه نکته خیلی کوچولو بگم که فکر میکنم خیلی به درد بخوره و خیلی جا ذکر نمیشه اگر که فرض کنیم من این زاویه رو بیشتر کنم و قرار باشه که این دست من علاوه بر این که جلو بازو داره یه مقدار اگر که به پایین خمشه یه مقدار این پشت بازو هم خمشه یا اصلا فرض کنیم که همچین انحنایی هم داریم یعنی دست یه مقدار به پایین هم بتونه بره خب من چه جوری میتونم این کار رو انجام بدم میتونیم همین بون رو انتخاب کنیم که الان میبینید اکشنش یا به اصطلاح اسمارت بون ما اسمش هست بیدو. اسم گذاری دیگه براش انجام بدیم یعنی یه اکشن دیگه که یه کار دیگر رو انجام میده غیر از این کار براش تعریف کنیم چه شکلی کلیک میکنین حتما و حتما باید دقیقا همون اسم باشه بینش یه دونه اسپیس داره و بعد دو سه چهار و همین جور عدت میرن بالا پس ما میتونیم فقط یه دونه اکشن نداشته باشه بون میتونه چند تا اکشن داشته باشه و حالا این مثالیه که فقط درک کنین که چه اتفاقی داره میفته من الان میتونم کلیک کنم و بگم که اگر بازو این ترای من به این سمت خم شد اینجا مثلا یه کار دیگه رفتار دیگه داشته باش مثلا این آرنجه خورده بیاد عقبتر و این نمیدونم حتی پشت بازوی خورده خم شه که این اتفاق نمیفته فقط میخوام که بدونین که الان اگر که با این ابزار من اینو خم کنم بالا این اکشن فعاله یعنی جفتشون فعالن و در یه کاری انجام میدم و اگر که برگرد پایین انگار که داره سعی میکنه از این یکی اکشن استفاده کنه پس میتونیم اکشن های زیادی برای یه طراحی داشته باشیم حتی میتونیم یه زاویه مشخص کنیم بگیم از این زاویه تا این زاویه این بونه این که داره تغییر میکنه نقطه هاش چه شکلی تغییر کنن خلاصه فکر میکنم ایده رو گرفتیم و برمیگردم سراغ طراحی خودم الان اگر که دقت کنین من همین کارا رو براش انجام دادم دست جابجا جا میشه علاوه بر اون این اسمارت بون مجزایی داره برای خودش اسمش رو نگاه کنیم بیسه بیسه یه اسمارت مجزا داره که کارش چیه یه زاویه است تو این زاویه وقتی که داره تکون میخوره من میام و اون بردارهایی که دارم رو مثل بدن و شونه و نقطه هایی که باید تغییر بدم رو تغییر میدم توی وضعیت مناسب قرارشون میدم که میبینیم کلی لایه است که یه خورده زمان برده که به نتیجه مطلوب برسه ما که ورزش نمی کنیم اما سعی می کنیم که کرکترمون به اندازه کافی ورزش کنه و قوی بشه و نکته خیلی مهم اینه که جلو بازوش هم پیشرفت خوبی داشته و بدون اینکه حالا هیچ مکملی مصرف کنه به صورت کاملا طبیعی و با خوردن سیب زمینی و تخم مرغ ما به اینجا رسیدیم و ساعت ها خب مثل اینکه نیازه که چهرهش هم یه مقدار تغییر بدم که چهره کمک کنه که یه دونه ابرو چرت کو میخوره اشکال نداره احتمالا توی وضعیت این شکلی و دهن هم که میتونه این شکلی باشه یا حتی عصبانی تر چشما بهش نمیاد چشما رو هم تغییر میدیم و الان ما ایم که میتونیم برزش کنیم خب برای انیمیت کردنش کلیک میکنم توی فرم یک و میریم سراغ واقعا بون های صورت میگیم که حالت دهن اینه به صورت پیش برای شروع و این شکلی خب حالا میریم سراغ فرم 6 و بون دست رو انتخاب میکنیم میریمش بالا و اینجا قرارش میدیم ببینیم با هم دیگه یک خب زیبا میشه اگر که برگرد سر جاش و همین لوپ میتونه تکرار شه ببینیم خب حتی میتونیم این رفتار رو سریعتر داشته باشیم یعنی چی؟ یعنی اگر که اینجا برگشته بالا این دوتا رو من کپی میکنم این دوتا کیفرم رو کنترل C یه خورده جلوتر مثلا اینجا کنترل V میکنم که تکرار کنه خود فضای بین اینا رو میتونیم کمتر کنیم زمانشون رو به اصطلاح کمتر کنیم که بهش میگن اسپیسینگ و باعث میشه که این سریعتر این کار رو انجام بده خب بر میتونم برگردم سراغ اون یکی دست و اون یکی دستم که خیلی مهمه توی پوزیشن بهتری قرارش بدم و شاید حتی بدن هم یه خورده باش تکون بخوره که باعث شه که طبیعی تر باشه یعنی برگرده عقب و برگرده جلو یک کم برگرد عقب و برگرد جلو و نکته مهمتر اینه که ممکنه سرش هم یه خورده تکون بخوره یه ذره اینجا برگرده عقب و اگه نیاز باشه که پلک هم بزنه یا چشش رو باز کنه میتونیم بونه چشما رو انتخاب کنیم و بگیم که برگرده اینجا مثلا چششو باز کنه اوه رو باز کرد اشتباه بود این یکیه چششو باز کنه از اینجا تا اینجا و میتونه حتی پلک هم بزنه که یه کوچولو پلک زدن کمک میکنه که زنده تر به نظر برسه اینجا و دوباره باید چشش باز کنه که انگار همین کیفرم های قبلی ان که من کپی میکنم و دوباره پیس میکنم کنترل سی و کنترل بی برگردیم مرسی از این که این ویدیو رو تماشا کردین اگر سوال دارین توی کامنت ها بپرسین و لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه